در این مثال یک گودبرداری 25 متری با استفاده از یک سویپ پارامتری با اندازه گام 2 متر مدل سازی شده است. تیرها با استفاده از یک عبارت بولین وقتی که گودبرداری به عمقشان میرسد فعال میشوند. به خاطر آنکه گودبرداری مدل شده نیمی از تمام گودبرداری است، یک تقارن استفاده شده است. برای این مثال، ما مدل سازی را در حالت کرنش صفحه دو بعدی انجام می دهیم. از رابط سالید مکانیکس و یک استادی استیشنری استفاده می کنیم. این پارامترها در ادامه مورد استفاده قرار می گیرند که بیانگر تنش در مکان ویژگی های فلز تیر، گام های گودبرداری و دیگر پارامترهای مرتبط می باشند. تابع رمپ را برای فعالسازی تیرها ایجاد نمایید. مکان رمپ منفی یو مکس می باشد. وقتی که تیر فعال بشود، آن یک نیروی متناسب با استیفنس یا سفتی تیر و جابجایی افقی ایجاد خواهد کرد. هندسه از قبل برای این مدل ایجاد شده است، اما تمام گام ها برای ایجاد لایه بالایی و پایینی و به علاوه دیوار نگهدارنده و سه تیر تعبیه شده در فایل مدل وصف شدند. استفاده از گزینه Form and Assembly یک Identity Pair میان خاک دیوار و مرزهای دریچه دیوار ایجاد می کند. دو انتخاب مرز ایجاد شده است که نامهایشان Wall Diaframe و Wall Soil می باشند. همانطور که شما می توانید ببینید آنها در مکان یکسانی اما در مرزهای متفاوتی هستند. عملگرهای اکستروژن جابجایی عمودی میان دیوار نگهدارنده و خاک را مقید می کنند و آنها را در تماس نگه می دارند. یک گره سویل پلاستیسیتی و شما می توانید ببینید که معیار تسلیم دروکر پرگر می باشد، اما ما هنوز می خواهیم آن را به معیار مور کولومب مطابق کنیم. به علاوه یک تنش اولیه به مدل به منظور شبیه سازی تنش های این سیتو یا در مکان اضافه شده است در جهت های X, Y و Z. اکنون ما می توانیم شرایط مرزی را اضافه کنیم که شامل یک سیمتری در چپ، یک فیکس کانستریت برای مرز پایینی و یک روله برای مرزهای راستی می باشد. ما می توانیم یک پرسکرایب دیسپلیسمنت اضافه نماییم تا اطمینان حاصل نماییم خاک در مرز 4 تنها در جهت Y حرکت می کند. عبارت را برای عملگر اکسپریشن عمودی پیش از این وارد نمایید. همچنین یک پرسکرایب دیسپلیسمنت برای مرز وایل سول که پیش از این ایجاد شده مورد نیاز است. این بار در جهت X و استفاده از عملگر اکستروژن عمومی دوم در فیلد یوسف برای قسمت نهایی برپایی فیزیک ما می‌خواهیم باندری لود 5 یا بار مرزی به مدل اضافه نماییم. اولین باوندری لود به مرزهای خاک افقی اعمال می شود. بنابراین به تنش در جهت Y نیاز داریم. باوندری لود دوم به مرزهای دیوار نگهدارنده عمودی اعمال می شود. ما به تنش در جهت X نیاز داریم.
دیگر باندری لود ها سه تیر را توصیف می کنند. تیر بالا را انتخاب کنید و سپس توتال فورس به عنوان لود تایپ معادله نشان داده شده را وارد نمایید که تابع رمپ از خمش دیوار می باشد. با یک جمله اضافه شده عبارت را محدود می نماییم که تنها زمانی که عمق زیر تیر است رخ می دهد. روی باوندری لود 3 را کلیک نمایید تا نام آن را استرات 1 قرار دهید. دوباره را کلیک نمایید تا دوباره آن را دوپلیکیت نمایید. و دلیل این کار این است که ما تنظیمات مشابهی برای تیرهای دوم و سوم می خواهیم. انتخاب را پاک نمایید و تیر میانی را وارد نمایید و سپس عبارت را از استیج 1 نام این را استرات 2 قرار دهید. مشابه دو مورد اول تیر سوم را استیج 3 کنید تا تعریف فیزیک را به پایان برسانید. مواد از قبل ایجاد شدند. خاک لایه بالایی، خاک لایه پایینی و دیوار نگهدارنده. برای مشبندی مدل گاهی اوقات یک مش خودکار کافی است، اما ما می‌خواهیم مش خودمان را برای این مدل بسازیم تا همگرایی و برای مرز دیوار خاکی بهبود بدهیم. در ابتدا یک مش مفت برای دیوار نگهدارنده، یک دیستریبیوشن برای دریچه دیوار اضافه نمایید و 60 را برای تعداد المان‌ها وارد نمایید. یک دیستریبیوشن دوم را برای مرز پایینی اضافه نمایید و دو را برای number of elements وارد نمایید. اکنون یک free triangular برای باقی هندسه اضافه نمایید. ابتدا یک گره سایز اضافه نمایید تا اطمینان حاصل نمایید که مش فاینر می باشد. سپس ما سه distribution اضافه می نماییم. اولی متناظر با هر یک از مش های مفت می باشد، دومی برای دریچه دیوار 20 المان و سومی برای مرز پایینی با 3 المان. اکنون ما می توانیم مش را بیلد نماییم و روی مرز دیوار خالی بزرگ نمایی کنیم تا مش بهبود یافته را ببینیم. آخرین گام قبل از کمپیوت کردن مدل تعریف یک رنجی از پارامترهای عمق برای سویپ پارامتری می باشد. دپث را به عنوان پارامتر کانتینیویشن وارد نمایید و روی دکمه رنج کلیک نمایید. ما یک عمقی از 0 تا منفی 26 متر با اندازه گام 2 متر می خواهیم. روی استادی 1 راست کلیک نمایید تا مدل را کمپیوت نمایید. وقتی که مدل حلش را به پایان رسانید، ما می توانیم برای بهتر دیدن نتایج پس پردازش انجام دهیم. ترسیم پیش‌فرض تنش ون میسز را نشان می دهد. روی ریپلکس اکسپریشن کلیک نمایید و به سالید مکانیکس displacement total displacement را انتخاب کنید. روی plot کلیک کنید تا به جابجایی را در عمق‌های گودبرداری متفاوت مشاهده کنید. دکمه player به شما اجازه می‌دهد تا همه نتایج عمق گودبرداری را مشاهده نمایید.
یک پلات گروپ دومی ایجاد نمایید و سرفیس پلات سپس عبارت solid.epe بزرگتر از صفر را وارد نمایید تا تغییر شکل پلاستیک را در لایه‌های خاک متفاوت مشاهده نمایید. روی دکمه پلیر دوباره کلیک نمایید تا همه مقادیر و پارامتر را پیاپی ببینید. اکنون ما یک واندی پلات و یک لاین گراف اضافه می‌کنیم و وال دایرفریم را به عنوان سلکشن برمی‌گزینیم. برای Y axis data expression را Y قرار می دهیم و برای X axis expression را expression U می باشد و یونیت میلیمتر می باشد. این گراف خمش دیوار یا جابجایی افقی به عنوان تابعی از عمق برای گام های گودبرداری متفاوت را نشان می دهد. یک لاین گراف دوم که استقرار سطح یا جابجایی عمودی به عنوان تابعی از فاصله تا دیوار را نشان می‌دهد ایجاد نمایید. مرز 8 را اضافه نمایید و اکسپریشن Y axis data به V تغییر دهید. و از میلیمتر به عنوان یونیت استفاده نمایید و زمانی که شما تیک گزینه لجند را میزنید ترسیم به صورت خودکار ایجاد میشود. برای مشاهده مدل کامل گودبرداری عمیق آدرس console.com/deep-excavation را ببینید.